بچه ها بذارید ببینم. نمیدونم یا ریکوست بفرستین یا چی بود اصلا. نمیبینم اون دفعه از کدوم ور گرفتم. شما ها یادتون از رو کامنت ها بود یا از روی سلام مجدد خدمت همه دوستان. سیاه‌پوش شدی؟ بله. خب چیز کن ببینم من یه توضیح در مورد مرجعیت دیروز بدم. رفتی پرسیدی بهت گفتن یه چیزایی؟ نه خودم دیروز توضیح دادم. تونتون بود، هیجانی بود بحثمون. ببینید دوستان بزرگوار، ما یک مرجع تقلید ظرفیتی داریم، یعنی صاحب رساله. طرف مجتهد هستش، رساله میده بیرون. این میشه کسی که به فعلیت نرسیده مرجعیتش. بعدش که مثلا یه عده زیادی از اهل علم بهش رجوع میکنن، مرجعیتش به فعلیت میرسه، جزء مراجع جایز و تقلید میشه، جزء مرجعیت اعلم میشه، حالا چه تک مرجعی چه چند مرجعی. اون موقع بهش اطلاق مرجع تقلید جهان تشیع میشه کرد. آقای منتظری صاحب رساله بود. مرجع تقلید به معنای کسی نبود که داشته باشه و به فعلیت رسونده باشه نبود. منظور من این بود مجتهد بود. بله خمینی نفهمیده بود اینو گذاشته بود جانشین خودش. آقا اصلا بعدش خود گوش کن همه این خزعبلات حوزه علمی که داری میگی، بعدش خود امام خمینی ایشون رو عزل کردن، خبرگانشون رو عزل کردن و در قانون اساسی شرط مرجعیت برداشته شد، مجتهد عادل کرد شد. نزو من اونجا وارد شم، چون اون یه بخش مهمی از کتاب رفیق آیت الله توطئه خامنه ای، هاشمی رفسنجانی و موسوی خوئینی ها بود که با هم دیگه بزنن منتظری رو برکنار کنن، بعد بیان برن خمینی رو مسموم کنن با مواد رادیواکتیو در مجلس خبرگان و بعدش بیان خودشون خامنه‌ای بشه رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی، هر چی دلش میخواد تو قانون اساسی جابجا کنه ببره بالا بیاره پایین. تمامش من مفصل تو کتاب رفیق آیت الله نوشتم. میخواستن رأی ندن نماینده های مردم، یعنی مردم همین رو تایید کرد. نماینده مردمی وجود نداره. کدوم مردم؟ همینجوری ببین موقع انتخابات که میشه بسیجی مسیجی ترامپ یه روز میاد در کنار ملت ایرانی، یه روز میاد میگه تروریست نیشن، همون مردم. تو میشینین تو مسجد برگه های رأی رو میگیرین مینویسین هی میبرین میندازین، هر کی بخواید بیارین بالا ببرین پایین، ول کنین بحثا رو ول کن. من یه چیزی میخوام، این خزعبلاتی که گفتی درباره حوزه علمیه که مرجع نمیدونم کوفت و زهر ما رو اینا، آقا اینا رو شماها قبول دارین؟ خب چند هزار نفر این دور هم دیگه طلب ملبه اینو اینجور چیزای چرت و پرت قبول دارین. اکثریت مطلق کشور ما به ویژه جوانان که آقا نمیخوان اصلا این خزعبلات رو دنبال کنن، اصلا دنبال مرجع و مرجع بازی نیستن، خیلی باهوشتر از این حرفا هن. جوانای نسل امروز جنریشن زی میدونی چیه؟ جنریشن زد یک جنریشن، یک نسل جدیدیه که در تمام دنیا این نسل الان هست. من قبلا درباره تفاوت نسل ها توضیح داده بودم. بیبی بومرز ها بودن،
بیبی بومرزا به کسایی میگفتن که بعد از حالا اون انفجار مثلا اتمی میان به دنیا میان و تو یک فاز بازه زمانی 20 ساله ای ما بیبی بومرا رو داریم، بعد از اون ملنیالا رو داریم که خود ما جزء اونا حساب میشیم، بعد از ما جنریشن نسل بعد از ما نسل جنریشن زی هستن. این نسل نسل فیزیک و ریاضیاته، این نسل نسل ریزنه، نسل منطقه. تو بیا به نسل منطق بگو یه آدمی 1200 سالشه، الان 1300 سالشه، سوار یه اسب سفیدیه، رفته توی یه چاهی، تو اون چاه گیر کرده، اگه باش کار داری نامه بفرست پایین. یعنی میخنده میگه طرف شاسگوله، زنگ میزنه پلیس بیاین اینو دستگیر کنیم ببرین تیمارستان. تو برو به جنریشن زی این خزعبلاتی رو که دارین میگین. حالا همه این مجموعه حرف برای شما خودتون مقدس. ببین من چیزی بهت بگم خیال تو راحت کنم، اگر تو چند درصد ملت ایران الان مسلمانن، اگر تو به عنوان شیعه اثنا عشری، امروز شیعه اثنا عشری دین رسمی کشور نبود، بنده خودم برات احترام بسیار زیادی به عنوان یک مسلمان شیعه اثنا عشری قائل بودم، ولی از اونجایی که شیعه اثنا عشری رو گردن مردم ایران سوار کردین و با این گردن مردم رو میزنین، پولاشون رو میدزدین، به ناموسشون تجاوز میکنین، بچه‌هاشون رو توی خیابون با اسنایپرها. خب چه کسی به غیر از مدیران بیکفایت و به غیر از کسایی که شایسته نیستن، چه کسی رو گردن ملت ایران سوار شده و زندگی رو بهشون تنگ کرده؟ شمایی که با افتخار میگی من معمار تحریم ها هستم، این تحریم ها روی ملت اثر نذاشته؟ چی میگه رو ملت 41 سال زیر تحریمه. شما افتخار میکنی به معمار بودن تحریم ها؟ نه تحریم، ببین ملت ایران 41 سال زیر تحریم ها هست. تحریم نفت ملت رو تحریم نکرده، تحریم نفت. من میگم شما خودت حاکم رو دوست ملت میدونی یا دشمن ملت؟ اینو به ما بگو. حرف منو نمیفهمی. تحریم نفت ملاهای حاکم رو تحریم کرده، نه ملت رو. ملت چه یعنی سال زیر تحریم مخاطبین دوستان بزرگوار، ایشون میگه تحریم ها روی ملت تاثیر نداشته. قضاوت با شما، به خاطر همین میگه من معمار تحریم ها هستم با افتخار. بعدش میاد میگه من دلسوز ملتم. تناقضات کجاست که با من موافقن که تحریم روی مردم؟ بابا من اومدم تو پیج تو دارم باهات مناظره میکنم. اونایی که با من موافقن یه هشتگ قاسم کتلت این پایین بزنن دوباره دست جمعی. آقای فخرآوری ناتوانی تو نشون میده ها، 260,000 فالو خودته. ببین طبیعیه هم فکر تو باشن بیشترشون. حرف عقلی اوغلا میفهمن، حرف عقلی بزن. ای میگه پس مثلا الان بگن همه روزه تو ایران، تو میگی مدیران فاسد، تو میگی مدیران فاسد، تو میگی مدیران فاسد در کشور. خب اصلا نوبت به نخواهی از اونا نمیرسه. آقا مدیران فاسد میگی باعث شدن که اینجور چیزا پیش بیاد دیگه. به غیر از مدیران ناکارآمد، به غیر از اشتباهات خیلی و فلان و بیسار و اینها، شما هم عاملش بودی. ما عاملیم. خب ببخشید مدیرانش بپردازیم. فصل الخطا به اون کشور کیه؟ آخه من اومدم با شما دارم الان بحث میکنم. خب تو دفعه من رفتم با اونا بحث کنم، خطاب کنم. شما به چه حقی اومدی تحریم ها رو معماری کردی علیه ملت ایران؟ علیه مردم نیست، تحریم ها علیه ملاهاست. خرم دارم گرسنگی و بیدی دست و پنجه نمی ملت نیست. آقا سوال، در دوران خاتمی پول نفت، قیمت نفت شد 9 دلار. درسته؟ وضعیت اقتصادی از الان خیلی بهتر بود. مطمئنی؟ از الان بهتر نبود وضعیت اقتصادی زمان خاتمی؟ در زمان خاتمی قیمت نفت شد 9 دلار، در زمان احمدی نژاد شد 149 دلار. اون موقع هم از الان بهتر بود. 9 دلار کجا؟ 149 دلار کجا؟ سوال من اول بشنو. از 9 دلار تا 149 دلار وضعیت مردم بهتر که نشد، بدتر شد. ما در هیچ دوره‌ای در رژیم ملاها، در هیچ دوره‌ای تو 41 سال گذشته نداشتیم که شرایط اقتصادی بهتر شده باشه. آقا جان، ایالات متحده آمریکا 40 سال پیش که ایران انقلاب شد، ایالات متحده آمریکا قیمت بنزین بود 1 دلار. الان بعد از 40 سال قیمت بنزین هست 1.40 دلار توی همین تکساس. خب یعنی 1 دلار تا 1.40 دلار، 40 سنت اومد روی بنزین. در ایران قیمت بنزین موقع انقلاب چقدر بود؟ الان چقدره؟ اصلا میتونی تو ذهنت میگنجه عدد؟ یعنی چی؟ یک سیر سعودی تورم، از بین رفتن ارزش پول با شتاب بسیار زیاد تو تمام این 41 سال وجود داشته.
تو هیچ زمانی از این 41 سال نبوده که تو ببینی بگیم وضعیت اقتصادی مردم اینقدر بهتر شده، دائم به سمت بدتر شدن رفته. چه موقع قرار امام زمانتون ظهور بکنه بیاد این بهتر بشه؟ من یه سوال دیگه بپرسم، آقا برای چی انقلاب کردن مثلا روحانیون؟ شاه اون چیزایی که در شاه بد بود به من بگو چی بود؟ شاه چیش بد بود؟ من این بحثا رو نمیخوام بکنم. یه سوال از شما دارم، تحریم روی ملت اثر میذاره یا نمیذاره؟ نه رو ملت اثر نمیذاره، رو مله ها اثر میذاره. خب باشه، بریم سراغ موضوع بعدی. اینم قضاوت با مخاطبین. نمیخوام کلکل کنم، اینم قضاوت با مخاطبین. همه میفهمن شما میزانه وقتی میگی 3000 نفر اومدن توی تشییع جنازه سردار دلها، همه عیار سخن تو میفهمن. الان هم داری میگی تحریم ها رو ملت هیچ اثری نمیذاره. بریم سراغ موضوع بعدی. من که نیومدم اینجا شما رو مجاب بکنم، اومدم مفتزهت کنم، اومدم مخاطب بفهمه شما چه مقدار عقلانیت به خرج میدی تو صحبت کردنت. همین، بریم سراغ موضوع بعدی. شما تو صحبتات بکنی یه سلام برسونی به اون دوستایی که اونجا نشستن دور و بر دارن به کاغذ اینجا همشو الان بهت نشون میدم. ببین خوب نگاه کن و میبینی حالا دیگه بقیهش خونم هستش، نمیخوام بهت میبینی ایشکینی گراجی سگی یا گراجی سگی یا حالا شما نشون بده، حالا شما نشون بده یخچال تو برو نشون بده ببینیم چقدر اونجا مرفهیات داری خوب. داری حال میکنی عشق میکنی اوکی. حالا دور و برتو نشون نمیدی؟ دارن الان ندیدی کسایی ندیدی که مگه ندیدی؟ لذت نبردی؟ لذت نبردی؟ آها خب پس به ما تهمت نزن بگو دور و برت نشستم فلان. این کاغذایی دارن برات میارن یه وقتی. حالا ببین کی داره میاره. آقا من 10 بار دیگه نشون میدم کو اینا ها. ببین کی اینجا چی بهتش اینا ها. ببین آقا کسی میبینی اینجا؟ ببین گوش کن، شاه میگه کاغذایی دارم برات میارم. آقا حرف عقلی بزن، چرا وارد این مسائل میشی؟ آقای عقلی، شاه چه بدی داشت که علیهش انقلاب کردن ملاها؟ ملت خواستن، دموکراسیه، تصمیم ملت بود. آقا برای ایت مگه خمینی رهبری یک انقلاب رو نمیگین داشت؟ خب خمینی چرا میگفت شاه بده؟ چه چیزای شاه بده؟ آقای فخرآور یه لحظه بذار بگم چرا شما نمیپذیرید. نه تفره نه تفرن جواب سوال من بده. خمینی امام شماها میگفت شاه بدیش چی بود؟ شاه چه چیزی بدی داشت؟ خیلی مسائل بود. خیلی مسائل. دو پهلوی کارهایی که کردن خیلی زیاد بود. شکوهای آرارات رو دادن، بحرین رو دادن، ایران مستعمره امریکا شده بود، دموکراسی نبود، رأی نمیدادن اصلا ملت. گرونی زیاد بود، تصمیم ملت این بود. الان که ایران مستعمره چین و روسیه است، قراردادهای 25 ساله. الان هم اگر ملت بخوان انقلاب بکنن ما میپذیریم. شما انقلاب اون موقع رو بپذیر، ما هم داریم میگیم انقلاب ملت بخوان بکنن ما میپذیریم. اکثریت مردم هر چی بگن این میشه دموکراسی. شما دیکتاتوری که میخوای نظر خودت رو تحمیل بکنی به اکثریت مردم. آقا الان اکثریت مردم ایران مسلمونن، گوش میدی؟ شما میگی 3% اینها طرفدار این نظامن و فلان. آقا درست مشکلات هست، درست مخالف داریم، ولی نه اینکه 3% مخالف موافق باشن که. یه چیزی بگو با منطق و انصاف بخون آخه. رفراندوم نمیذارین دهن ما رو ببندین؟ رفراندوم برای زمانیه که کودتا بشه یا انقلاب بشه یا تصمیم مجلس باشه. هیچ کدوم این ندارن، ملت دارن رأی میدن. کی گفته آقا؟ کی گفته رفراندوم براش اصلا دلیل و چیز مشخص شده؟ یه اصل در قانون اساسی برای رفراندوم وجود داره؟ اصلا به کودتا مودتا و این حرفا نیست و این چیزا نیست. آقا هر انتخاباتی آقای فخرآور مگه دلیل تایید اصل نظام نیست؟ بذار من بهت یه چیزی بگم. خمینی میگفت شاه خودکام است، خود رأیه، تمام کارها رو خودش دستش گرفته و تمام مسئولیت‌ها رو براش خودش داره تصمیم میگیره. میگفت شاه و اطرافیانش فاسد هستند، اینا دزدن و دارن اموال مردم رو میدزدن، دارن فلان میکنن. و شاه میدونی که مخالفین خودش رو، تظاهر کننده ها رو نمیکشت، میدونی در این مورد که، چون میدونی شاه اصلا پلیس ضد شورش نداشت، میدونستی؟ یعنی الان قضیه میدون ژاله، میدون شهدا دروغ از اصلش. آره توی یه فصل کتاب رفیق آیت الله مربوط به قضیه میدون ژاله است که یک دروغ بسیار بزرگ تاریخیه. نیام 15 خرداد، این شهدایی که کف خیابون رفتن تیر مستقیم خوردن، اینا دروغ همش. میدونی تمامش دروغ‌های تاریخی چپ بین الملل و خانواده‌هایی که دارن عکسای شهداشون رو دارن، قبرشون هست، تاریخی که میگه اینا رفتن تو انقلاب شهید شدن، اینا هم دروغه. با ما داخل ایران داریم زندگی می‌کنیم. تمام تاریخ‌سازی و دروغه. تمام تاریخ سازی و دروغه.
اینا دیگه الان برای همه دیگه کاملا روشن شده این قضیه. اما شاه خودکامه بود. مذهب رسمی کشور در زمان شاه چی بود؟ شاه دینش چی بود؟ شیعه بودش. شیعه اثناعشری بود نبود؟ بله. اصلا شاه یه عرض کنم که رگه هایی از مذهبی گری رو هم بروز میداد. حالا در باطنش چیزی دیگه بود، خودش بله. بروز میداد. من همه حرفم اینه آقا تصمیم ملت بود. قانون اساسی مشروطه که اون موقع حاکم بود، مذهب رسمی کشور توش چی بود؟ اونم شیعه بود گمونم. شیعه اثناعشری بود. اصل یک شیعه اثناعشری بود. مذهب شیعه اثناعشری بود. یک فرد حاکم بود. اون فرد آدم کش نبود. پلیس ضد شورش نداشت حتی که بخواد بره شورشی رو سرکوب بکنه. و آقا ارتش اومد توی خیابونها، تانکای ارتش اومد توی خیابونها. چی داری میگی شما؟ بود نگو، این حرفا رو نزن. و توی خب پلیس ضد شورش نداشت شاه، برای اینکه نخواد مردم رو بکشه. تو دنیا هم معروفه، میگفتن اگر شاه میخواست بکشه سرنگون نمیشد. وقتی دید که یک جنجال تبلیغاتی علیهش را انداختن، گفت من برای اینکه آدم نکشم میرم، خب ببینم خودشون چی کار میخوام بکنن. شاه رفت، یک حکومتی اومد روی کار از ملاها که توی قانون اساسی شیعه اثناعشری شد مذهب رسمی. میگفتن شاه خودکامه است، همه چیز رو دست خودش گرفته. طبق قانون اساسی مشروطه خب این حق بهش داده شده بود. خامنه‌ای اومد نشست، اول که خمینی نشست، بعد حالا خمینی بعد سرنگون میشه توسط خامنه‌ای. خامنه‌ای میاد میشینه رو قدرت و توی دستکاری توی قانون اساسی سال 1368 خامنه‌ای تمام قدرت رو مال خودش میکنه. اصل 110 قانون اساسی، تو اگه به اصل 110 نگاه بکنی بذار برات بخونم چه قدرت‌های خامنه‌ای به خودش میده. اصل 110 قانون اساسی، این همون کتابی که خودت نوشتی شما، قانون اساسی. این قانون اساسی ماه، شما هم از طرف خودت یه قانون اساسی نوشتی تعیین تکلیف کنی برای ملت. درباره اونم حرف دارم برات، میخوام در مورد وکیل جمهور صحبت کنم. بچه ها خیلی میخندن الان صحبت میکنیم درباره اون. اصل 110 قانون اساسی رژیم ملاهای حاکم بر ایران میگه وظایف و اختیارات رهبر: یک، تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام. پس سیاست‌های کلی رژیم رو خامنه‌ای باید مشخص کنه. مثلا میگه ضد استکبار اسرائیل اینا. نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام. پس خودش سیاست‌ها رو تعیین می‌کنه، خودش هم روش نظارت می‌کنه. سه، فرمان همه پرسی هم پس خامنه‌ای باید فرمانشو بده، این چیزی که گفتی. چهار، فرماندهی کل نیروهای مسلح. پنج، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها. شش، عزل و نصب و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. هفت، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه. هشت، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. نه، امضای حکم ریاست جمهوری. ده، عزل رئیس جمهور. یازده، عفو یا تخفیف مجازات محکوم. اصل 110 رو خامنه‌ای برای خودش اضافه میکنه، هر چی دوست داشته. اجازه میدی صحبت کنم؟ همه این قدرت‌ها مبنای دموکراسی رأی مردم رو داره یا نداره؟ هیچ وجه نداره. خبرگان به رهبری رسونده رهبر رو. خبرگان به رأی مردم انتخاب شده. خبرگان کی؟ آقا مردم دلشون خواستن این همه قدرت به یک نفر بدن، انتخابش کنن به طور غیر مستقیم از طریق خبرگان. این که مشکل. اگر مردم خواستن برای چی این همه سال 30 که این آقا مخالفم؟ شما الان اگر اجازه دیگه سوال بپرسم آقای فخرآور، خیلی صحبت کردی، من الان صحبت کنم. همین الان اگر همه مشکلات ایران حل بشه، مثلا به فرض ملت همه بیان 99% یا اکثریتشون به طور نسبی بیان طرفدار حکومت بشن، شما میای میگی مردم طرفداریتون رو پذیرفتم، یا میای میگی مردم اشتباه دارید میکنید و من مخالف این انتخابتونم؟ بالا غیرتن اینو به ما بگو. اگر انتخابات آزاد در کشور برگزار بشه، نه از این جنس انتخاباتی که احمد جنتی الان ساله. یه دولتی بیاد مشکلاتو رفع بکنه، کار گل و بلبل شه، به طور نسبی ایدئال بشه، تقریبا ملت بیان همه مثلا 80% بیان انتخابات شرکت کنن، اعلام رضایت بکنن، معلوم بشه که اکثریت 80-90% طرفدار پروپاگورس نظامن،
شما میای میگی پذیرفتم من دموکراسیتون رو، رأی دادنتون رو. اتفاقا من موافقم. شما ملت دارید غلط میکنید. همین الان تا شما عصبانی میشید میاید میگید شایسته خودتون این مشکلات، حقتون این مشکلاته، شماها نمیدونم نمیخواید بهتر پیشرفت کنید، به ملت توهین میکنید. بذار قانون اساسی پیشنهادی کنگره ملی رو اولشو بخونم، نمیدونی این چیزا رو مسکه نگفتی الان جوابم چی میشه. اگه مردم کاملا ما اینجا نوشتیم چی میشه، ما اینجا نوشتیم چی میشه، میگیم رأی اکثریت مردم ایران، رأی اکثریت مردم ایران که بازتاب خرد همگانی ایرانیان میباشد، بالاترین جایگاه را در تمام تصمیم گیری ها دارد و هیچ فرد، گروه، مذهب یا ایدئولوژی آسمانی و زمینی در هیچ شرایطی بر رأی برتری ندارد. تو 57 اتفاق میپذیری؟ میپذیری؟ دموکراسی اون زمانو میپذیری؟ مگه خمینی نگفت پدران ما چه حقی داشتن برای ما حکومت مشخص کنن، هر دوره‌ای باید خودشون بیان مشخص کنن؟ الان از اون دوره 41 سال گذشته. خب اصلا شما میگی تمام اون تقلبایی که 41 سال هم ملت دارن مشارکت در انتخابات میکنن، یعنی نام 8 درصدی رو دارن تایید میکنن با کم و کاستش، با کم و زیادش. الان حقت نیست اون پایین هر چی از دهنشون در میاد بهت بگن برای این دروغ بزرگی که گفتی. حالا ول کن، اونا تماشاچی ان، اونا نمیخوان مشارکت، میخوان دخالت در بحث انتخاباتی که نمیخوان رقابت کنن. کی داره حرف درست میزنه؟ انتخاباتی که جنتی که پوشک میبنده الان دیگه، بعد از 40 سال، 40 سال جنتی نشسته مثل این فیلمای ترسناک میمونه، یه مرتیکه یه مفنگی بحث و سخیف نکن آقای فخرآور، شما شخصیت آکادمیک هستی. واقعیت جنتی نشسته برای مردم مشخص میکنه مردم حق دارن به کی رأی بدن به کی رأی ندن، مگه این نیست؟ جنتی خود جنتی خود آقای جنتی حضورش تو شورای نگهبان مبنای دموکراتیک داره یا نداره؟ نداره. جنتی از کی؟ از طریق چه کسی انتخاب شده؟ از طریق خامنه ای. آقای خامنه ای از طرف کی انتخاب شده؟ خبرگان. خب مجلس خبرگان از طرف کی انتخاب شده؟ جنتی، شورای نگهبان. جنتی مردم، رأی مستقیم مردم. اگه نمیدونی این چیزا رو دارن میگن، من برات توضیح بدم. پس ملت دارن رأی خبرگان میدن، چی میگی؟ گوش کن، گوش کن. واقعا من این چیزیه که من تو کلاسای درسم اینو درس میدم، میگم چه جوری با دموکراسی بازی میکنن. یک مثلث شیطانی خامنه ای درست کرده، بالای مثلث شیطانی خودش نشسته. آقای فخرآور بذار حرفمو بزنم، سوال پرسیدی یاد بگیر. بالای مثلث شیطانی ولی قضاوت با مخاطبات با مخاطبین، بالای مثلث شیطانی ولی فقیه نشسته، این بر مثلث یه سر دیگه مثلث شورای نگهبانه، این بر مجلس خبرگانه، دوباره برمیگرده مثلث وصل میشه دوباره به خامنه ای. خامنه ای 6 نفر رو انتخاب میکنه، اعضای مجتهد مثلا شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان، بعد 6 نفر دیگر هم به عنوان حقوقدانان خودش مشخص میکنه. خامنه ای 12 نفر رو خامنه ای مشخص میکنه که اینا بشن اعضای مجلس شورای نگهبان. خامنه ای اینا رو انتخاب میکنه، بعد به اینا میگه شما انتخاب بکنید مردم به کیا برن رأی بدن برای مجلس خبرگان رهبری. یعنی این 12 نفری که خامنه ای مشخص کرده، این 12 نفر مشخص میکنن که مردم، حالا ما تو بعضی از استانها به ما نگیری خر که نیستیم که، تو انتخابات های بعضی از استانهای کشور، انتخابات مجلس خبرگان، تو میدونستی فقط یه نفر کاندید بوده تو انتخابات ها؟ در ابتدای انقلاب مجلس خبرگانی بود که امام خمینی رو انتخاب بکنه. چی؟ در ابتدای انقلاب مجلس خبرگانی بود که امام خمینی رو به عنوان رهبر انقلاب انتخاب بکنه یا مردم انتخاب کردن؟ در ابن مردم انتخاب نکردن، گوش کن، نمیدونم رهبر نمیدونستن امام خمینی رو مردم رفتن رأی دادن خمینی رو انتخاب کردن، زد اومدن رأی دادن روی این نظام جمهوری اسلامی. چی داری میگی برای خودت؟ همه انتخاب کردن، پذیرفتن رهبری. بازم نمیدونی، بذار یه چیزی برات بگم. اتفاقی که اون موقع افتاد این بود، وقتی که در 12 فروردین سال 1358، چند ماه، 2-3 ماه بعد از انقلاب بود دیگه، مثلا در 12 فروردین وقتی مردم رفتن رأی دادن، مردم به چه چیزی رأی دادن میدونی؟ جمهوری اسلامی آری یا نه؟ جمهوری اسلامی چی بود که مردم بهش رأی دادن؟ یعنی چی بود؟ یه مدل حکومتی بود. این مدل حکومتی آیا قانون اساسیش اومده بود در اختیار مردم قرار گرفته بود مردم بخوننش که بهش رأی بدن؟ طبق این مدل بعدش قانون اساسی رو آوردن، یه رأی دیگه رو قانون اساسی دادن. او، پس بذار من یه چیز برات بگم. چیزی که از مردم رأی گرفتن و با تقلب اومدن اعلام کردن این بود.
آها خب شما میگی 98% هم تقلب بوده دیگه، اینا رو بلش کن دیگه. تقلب بوده 98%تون. حالا گوش بابا، همه میگن متحد که ملت اول انقلاب بود، شما اونم داری زیر سوال میبری. اومدن جلوی مردم یه کلمه گذاشتن، کلمه جمهوری اسلامی اون زمان. نه 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 نه، 2% به دیگران رأی دادن، به دیگر حزبها رأی دادن. جمهوری خلق ایران بود، آقای شریعت مداری طرفدارش بود. ببینم. به مجاهدین رأی دادن، به پهلوی رأی دادن، 2% شدن. اگر تاریخو نمیدونی، خمینی اومد برای رفراندوم اینو گفت: جمهوری اسلامی، نه یک کلمه، یک کلمه بیشتر نه کمتر. در واقع 98% که رأی اسلامی دادن، نظر امام خمینی رأی گیری این بود: جمهوری اسلامی آری، جمهوری اسلامی خیر. رأی گیری این بود، نبود که چیزهای دیگر باشد. نه چیز نه دیگر... نه موقعی که خیر بدی شامل نه. اونای دیگه میشد. منظورم اینه، شامل اونای دیگه نمیشد. فقط من که خودم گفتم جمهوری اسلامی آری یا خیر، یک کلمه بود. نه تو اینو نگفتی. آره باشه، فکر می‌کنیم گفتی. آقا سیف کن لایو تو، ببین من گفتم جمهوری اسلامی آری یا خیر. میگم احزاب دیگه و مدل‌های دیگه اونا بودن. ببین چه کلاهبرداری بود، نمیدونین چون شماها جوونین نمیدونین. بذار بهت بگم چی کار کردن با مرجع نسل امروز. دارم میگم جنریشن زی باهوشه، گوش کن. بله، کلمه تعقل میکنه. کلمه گذاشتم دارخ دروم، گفتن دارخ دروم آری یا خیر. من یه دارخ دروم چیه؟ من نمیدونم آلمانی صحبت میکنی چی میگی. دارخ دروم معنی نداره، یه کلمه بی‌معنیه. جمهوری اسلامی همینقدر که کلمه دارخ دروم بی‌معنیه، جمهوری اسلامی کلمه بی‌معنی بوده اون زمان، چون هنوز هیچ قانون اساسی برای این کلمه، برای این مدل حکومتی که اینا دارن. میگم مدل حکومتی نظر اون زمان برای ملت. نه نه، خب اصلا بگیم ولو توضیح نداده باشه، جمهوری اسلامی معنای واضحی نداره. جمهوریت اسلامیت دو رکن، دو رکن داره. جمهوریت معنای مردم سالاری، اسلامیت هم دینیش میشه جمهوری اسلامی. من از تو سوال میکنم، جمهور یعنی چی؟ جمهوریت یعنی چی؟ اتفاقا تو بحث جمهور که بخوایم بریم، به این اشاره میکنیم که وکیل جمهور یعنی چی. اینو به من میگی؟ وکیل جمهور یعنی چی؟ جمهور یعنی مردم. خب مردمی که در یک جامعه اکثریت، نه مردمی که در یک جامعه رئیس جمهور وکیل جمهور اوردی. ببین، به جای این که ما بگیم اکثریت اقلیت فلان، همه اکثریت و اقلیت و همه رو که با هم بریزی میشه جمهور. یعنی تمام کسانی که در یک مجموعه، در یک جامعه دارن زندگی میکنن، جمهور اون جامعه هن. جمهور وقتی میگی حکومت مردم، تو بعد نمیتونی پشتش اسلام بذاری، چون اسلام حکومت خداونده و نمایندگان خداوند. اجازه بده جمهوری و اسلامی به هیچ عنوان روی هم نمیشینن. تو یا باید بپذیری که مردم حکومت میکنن، یا باید بپذیری نمایندگان خدا حکومت میکنن. چه تناقضی بین رأی مردم و این که مردم اسلام رو انتخاب بکنن وجود داره؟ آیا امکان پذیر نیستش که یک ملتی انتخاب بکنن حکومت اسلام رو؟ نه نه، میدونی چرا؟ ببینم چه تناقضی، چه مشکلی وجود داره؟ الان بهت میگم. مردم دارن انتخاب میکنن مدل حکومتی طبق قوانین اسلامی باشه. حالا جمهور وقتی میگی، یعنی در جمهور. آقا به من جواب بده، چه مانعی وجود داره که یک ملت بیان انتخاب بکنن احکام اسلام رو؟ هر صدا نکن، بذار بهت بگم. وقتی میگی جمهور، در یک جمهور مسلمان ها هستن. یعنی جمهور، ببین یه پکیجه، فکر کن یک جعبه‌ایه. خب با مهر و امضای رئیس جمهور آمریکا، یک جعبه ایه. توی این جعبه توی این جعبه چی وجود داره؟ توی این جعبه مسلمان ها هستن، شیعیان، سنی ها، بهایی ها، یهودی ها، مسیحی ها، بی خدایان، همه توی این جعبه، همه کسایی که با هم جمعن بهشون میگن جمهور. اکثریت ملت ایران دینشون چی بود؟ من الان به چی گفتم؟ گفتم جمهوری اکثریت و اقلیت. گفتم اکثریت و اقلیت ملت ایران همین الان دینشون چیه؟ اکثریت جمهور نمیگن، جمهور یه چیز دیگه است. معنی جمهور به چی میگن؟ ببین، به اکثریت نمیگن، به چی میگن؟ جمهوریت یعنی چی؟ یعنی دی الان چی گفتم؟ من توضیحی که داشتم میدادم تو این جعبه چی بود؟ یکم بازیگوشی نکن. مسلمون، غیر مسلمون، یهودی، مسیحی، بهایی،
بی خدا، همه با هم دیگه بهش میگن جمهور، همه اینایی که توی این جعبه هستن، مسلمون های شیعه میگه اکثریت هستن، به اون میگن اکثریت کسانی که در این جمهور حضور دارن. خب اینو بفهمینو، وقتی شما میگی اسلامی، جمهوری اسلامی نمیتونه یک جمهور اسلامی باشه، جمهور نمیتونه مسیحی باشه، جمهور نمیتونه یهودی باشه، برای اینکه همشون با هم توی این هستن. مگر اینکه شما بگین ما تمام ادیان دیگر رو لت و پار کردیم، نه دیگه ما تو ایران مسیحی داریم، نه بهایی داریم، نه یهودی داریم، نه بی خدا داریم، هیچ کس نداریم، نه سنی داریم، هیچ کس نداریم، فقط همه شیعه اثناعشریان، و توی این ایرانی که همه شیعه اثناعشریان، اون وقت ما میگیم باشه جمهور شما اسلامی باشه. ولی یک همچین چیزی در تاریخ بشر یک همچین چیزی وجود نداره. کامنت ها ببند، از خودت علم ابدا نکن. رفتم سرچ کردم جمهوری، یک نوع حکومت که در آن حاکم توسط انتخابات تعیین می شود. خب جمهوری یا جمهوریت نوعی حکومت است که در آن مسئولین حکومتی موروثی انتخاب نشوند و ریاست کشور با رأی مستقیم یا غیر مستقیم مردم برگزیده شده و دوران تصدی او محدود باشد. یعنی چی؟ یعنی اکثریت مردم چه رأیی بدهند؟ چه ربطی به این داشته اکثریت مردم کامل چه چیزایی بشن؟ تو مفهوم جمهوری و جمهور رو میدونی این دوتا با هم متفاوتن؟ ما درباره جمهور داریم صحبت میکنیم، یعنی مردم از هر رنگ و مذهب و نژاد و جنس همه با هم. جمهوری یک نوع حکومته، اونجا دیگه میشه یک یه بذاری آخرش با خود جمهور فرق میکنه، میشه ریپابلیک. اون وقت ریپابلیک یک نوع حکومتیه که مانتسکیو میاد توی کتاب دسپلیت آف دلای خودش این رو معرفی میکنه، کتاب روح القوانین، و به عنوان یکی از سه مدل حکومتی که در دنیا میتونه وجود داشته باشه. مدل چه قبول داری شما؟ میخوای چیزی یاد بگیری یا میخوای مغلطه کنی؟ نه میخوام رجوع به علم بکنم. متوجه نمیگی ملت ایران الان فلانن بیسارن؟ این ده خدا جمهور چی؟ همه مردم. میبینی من دقیقاً الان به تو چی همه گفتم؟ اینقدر مغالطه نکن برا ما. الان همه مردم گفتم، توده، گروه. خب چطور شما درباره کلمه جمهور چی گفتم؟ نگفتم من همه اکثریت در یک جامعه مردم فارغ. تو داری میگی اکثریت مسلمون، من میگم جمهور معنیش نیست. من گفتم اکثریت ببید. گفتم اکثریت حسابی بودن. درست گوش نمیکنی یا درست گوش نمیکنی یا میخوای مغلطه کنی؟ درست گوش کن. عین این حرفی که من زدم الان از لغتنامه ده خدا، منم توضیح میدم از لغتنامه ده خدا، عین حرف منو برام دوباره خوندی. من دارم میگم شماها حق ندارید دین خودتون رو، مذهب خودتون رو به تمام جمهور تحمیل بکنید، به همه مردم تحمیل بکنید. اتفاقی که در کلمه جمهوری اسلامی رخ میده، تحمیل اسلام شیعه اثناعشری به عنوان مذهب رسمی به تمام مردم ایرانه، تمام جمهوری که توی قالب ایران دارن تعریف میشن. وکیل جمهور رو پرسیدی، گفتی بگم یه دقیقه صحبت کنم بعد بریم وکیل جمهور. یه دقیقه اینو بگم دیگه. خب شما داری میگی که جمهور یعنی همه آحاد گروه های مختلفی که وجود دارن. من دارم میگم اجازه بده، من دارم میگم اکثریت وقتی مسلمان هستند و انتخاب میکنن جمهوری اسلامی رو، اینجا رأی جمهور میشه جمهوری اسلامی، میشه انتخاب جمهوری اسلامی. تو الان که وجود دارن اقلیتن، اونا شامل جمهور نمیشن. چرا نمیذاری صحبت کنن؟ پس ما باید بگیم مانتسکیو نمیفهمید؟ تو الان باز کلماتو داری با هم قاطی میکنی. جمهور و جمهوری با هم متفاوتن عزیزم. خب جمهوری من هر وقت از سکوت شما صحبت کنم توجه کنم. جمهوری وقتی میگی، جمهوری یک مدل حکومتیه. در مدل حکومتی یعنی اینکه همه مردم با هم بیان رأی بدن، همه مردم حق داشته باشن بیان کاندید بشن، همه مردم حق داشته باشن بیان رأی بدن، و وقتی همه با هم میان رأی میدن، اکثریت رأیی که انتخاب میشه اون مدل حکومتی تعیین میشه. خب اون مال وقتی که همه بتونن. در وقتی شما اسلام رو میچسبونی به جمهوری، یعنی شما میای جمهوری رو، کلمه جمهور رو از معنی خودش ساقط میکنی، یعنی کسانی که مسلمان و شیعه اثناعشری هستند فقط، یعنی دیگه جمهوری وجود نداره، جمهوری از بین رفته. برای همین میگم کلمه دارالحدود و جمهوری اسلامی هر دو کلمات بی‌معنی هستند، چون کلمه جمهوری اسلامی یکی از بی‌معنی ترین کلماتیه که در تاریخ سیاسی ساخته شده. واقعا بی‌معنیه، یک تناقض بسیار هولناکیه. و بذار حالا اینو ببندیم، چون حالا بذارید من بگم دیگه، گفتم هر وقت تونستم سکوت شما صحبت کنم بگم.
وکیل جمهور هم من بهت میگم چون پرسیدی اینم بعد برو میگی چرا ما رئیس جمهور رو گذاشتیم وکیل جمهور. اتفاقا یادی بکنم از دوست بسیار خوبم مرجنگ داوودی که توسط خامنه ای الان 17 سال در زندان زیر شکنجه، همین الانم هم تو زندان زابله، بهترین دوست من ارجنگ، و ارجنگ کلمه وکیل جمهور رو تولید کرده. رئیس جمهور بد تعریف شده، یعنی عبارت پرزیدنت که توی خارج از کشور هست برای جمهوری ها استفاده میشه، یعنی رئیس قوه مجریه در جمهوری ها. این کلمه در فارسی بد ترجمه شده، شده رئیس جمهور. جمهور رئیس نمیخواد، جمهور رپرزنتتیو میخواد. پرزیدنت یعنی رپرزنتتیو جمهور، یعنی نماینده مردم، یعنی وکیل مردم، نه رئیس مردم. رئیس مردم اتفاقا این کلمه خنده داریه، ما این رو درستش کردیم، اصلاحش مردم انتخاب خودشون کسی رو برای ریاست انتخاب بکنن چه اشکالی داره که لفظ ریاست جمهوری رئیس جمهور؟ رئیس انتخاب نمیکنن مردم، رپرزنتتیو مردم برای خودشون وکیل دارن انتخاب میکنن. در کل جامعه سیاسی ترجمه پرزیدنت و همه مدل لغت‌های پرزیدنت و زبان‌های دیگه میشه رئیس جمهور، چرا نمیگن وکیل جمهور؟ نمیشه عزیزم. آقا مردم به انتخاب خودشون به ریاست رسوندن، عین دموکراسی چی داری برای خودت میگی؟ در حکومت‌های جمهوری سه قوه وجود داره، قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه. پرزیدنت کار جدید جذاب بکنی بگو. نه نه، پرزیدنت مسئول قوه مجریه است، نه رئیس کل جمهور. قوه مجریه مسئولش میشه پرزیدنت، و این بد تعریف شده در ادبیات سیاسی ایران، ترجمه بد و جهان. رئیس و جهان همه باید بگن وکیل جمهور، جهان نمیگن رئیس جمهور، ما ایرانی ها میگیم رئیس جمهور، مگه نمیگیم؟ ترجمه اجازه بده، ترجمه عربی پرزیدنت چی میشه؟ ترجمه عربی پرزیدنت شما بگو، من نمیدونم. تو اخبار ها می نویسن الرئیس مثلا ترامپ، الرئیس روحانی. چرا خودت در میاری آخه ببینم. بابا ببینم. چرا اضافه کاری میکنی؟ میخوای حرف جدید بزنی جذب بکنی به خودت؟ آیا زبان ما زبان عربیه؟ نه نه نه، گفتی هیچ جا به کار نمیبرن رئیس رو، یعنی همه میگن وکیل. ما اشتباهی داریم میگیم رئیس جمهور، ما هم باید وکیل رئیس جمهور. تمام دنیا تمام دنیا عنوان پرزیدنت رو به کار میبرن، ما بابا چه مزاخه. باشه تو بگو، تو سوادت وقتی نمیرسه این چیزا یه خود درک بالاتر از حوزه علمیه میخواد. آخه چند سال درس خوندی؟ اصول چند سال درس خوندی؟ آقای فخرآور، ولی این چیزایی که تو داری میگی، من این چیزا یعنی بحث کردم که از ادعاهای قبلی درس چی درس خوندم. سال 2010 تا الان دارم این چیزایی که تو سعی میکنی برای من بلغور کنی دارم درس میدم تو دانشگاه آمریکا. من گفتم چند سال درس خوندی؟ گفتی هیچی نخوندم. تا قبل از این میگفتی من استاد دانشگاه هم فلان اینا، یعنی الان کوتاه از درس میدم. ولی بریم سر آبان 98 من از توی سوال بپرسم. نه نه، در مورد رئیس، در مورد جمهوریت و وکیل جمهور صحبت نکردم من. اجازه بدید دیگه. چی میخوای بگی؟ توضیح تو در مورد جمهوریت دادی، منم یه توضیح بدم دو دقیقه ای بعد بریم سراغ مسئله بعدی. دوستان بزرگوار، جمهوریت و جمهور یعنی اکثریت، یعنی توده های اکثریت. یعنی دروغ نگو، اینو بذار صحبت کنم. توضیح تو دادی، حالا من بگم اصلا من دروغ دارم؟ آقای فخرآور بعد از من شما از من سوتی بگیر. باشه، میشه همون ده خدا رو بخونی جمهوری یعنی چی، به جای اینکه بشینی از خودت تعریف کنی؟ باشه الان میخونم اینا، این ده خدا، ده خدا رو بخون، نمیخواد نشون بدی، بخون جمهوری. این ده خدا، جمهور، توده بز دستان کو، این ده توده بلند، همه مردم، توده گروه فلان، یا همه مردم. یه توضیح میدی، همه نسبی مردم، همه دیگه ندین، همه نسبی، همه مردم. شما نمیدونم تو حوزه علمیه وقتی میگن همه مردم با اکثریت یکی معنیش؟ بله، همه نسبی. کی گفته همه مردم با اکثریت یکی؟ الان برای توضیح نیفته یه دقیقه وایسا. ما یک همه مطلق داریم، یک همه نسبی داریم. همه مطلق یعنی یک جامعه آماری یک مورد خلاف نداشته باشه. مثلا شما وقتی قصدت همه مطلق هست بگی همه ایران
مسلمونا نباید حتی یک نفر هم غیر مسلمون باشه، ولی وقتی اکثریت مردم مسلمونا، شما میگی همه، منظورت همه نسبیه، بله امکان داره 5% هم مسیحی باشن یهودی باشن، ولی میتونی همه رو به کار ببری. به این میگن همه نسبی، سوادشو نداری نخندلکی. آقا تو که این مخاطبا میدونن وقتی میگی داری. جمهوریت منظورت همه نسبیه، منظورت اکثریته. شما الان توی مطلبی که از ده خدا خوندی نوشته بود جمهور یعنی همه مردم، یا نوشته بود اکثریت مردم؟ اینو من بگو. همه مردم. این نسبی رو از کجا بهش فرو کردی؟ با بحث عقلیه. یه دقیقه یه مثال برات بزنم، برات جا نمیاد بگم. ببین مغلطه برای من نکن. شما آخوندا دیگه جلو قاضی ملغ بازی نکنید. مغلطه رو میشه تعریف کنی های فخر؟ تو به نوشته مغلطه رو میشه تعریف کنی میزمن؟ تو به نوشته آقا مغلطه میشه تعریف کنی؟ بعد بریم سراغ این مچت رو بگیم ببینی کجا مغلطه کردم. کاری که الان تو داری میکنی مغلطه است. تو به تعریف منطقی مغلطه رو بگو. بگو تو به منطقه مغلطه اصلا وجود داره یا نداره؟ تو به نوشته روشن ده خدا الان درباره جمهور، شما کلمه مغلطه رو هی داری به کار میبری. تعریف همین کارت الان دقیقا. خب این کار من تعریف چیه؟ تعریف پرانتز باز کردی بالا نوشتی همه نسبی مردم. اصلا کلمه همه نسبی با هم دیگه نمیخونه. همه نسبی نمیشه، همه یعنی همه. بابا ول کنید دیگه. شاید شماها برای آدمهای بی سواد میرفتید پا منبر، شما منبر نسبی و مطلق رو اصلا متوجه نمیشی. این یک لیوان، اجازه بده من میخوام بهت منطق یاد بدم. این یه لیوان، من به شما میگم یه لیوان پر برای من آب بیار، شما میری یه لیوان آب میاری، انقدر سرش خالیه. من آوردی برام، بهت میگم دمت گرم، یا بهت میگم این پر نیست، میگم دمت گرم. چرا؟ چون تصور من این بوده پر نسبی. پر مطلق اونیه که یه قطره آب ازش بیفته روش این بر خالی بشه. نمیفهمی؟ میدونی به این؟ ولی من کلمه پر رو استفاده کردم برات. چی میگن به این؟ میگن مغلطه. دقیقاً این نمیفهمی دیگه. یه پر مطلق داریم، یه همه مطلق داریم، یه پر نسبی، یه همه نسبی. موقعی که من استفاده همه نسبی میکنم، پر نسبی میکنم، این عرفی هستش. همه میفهمن که منظور اینجا نسبیه. کلمه همه، همه مردم و کلمه جمهور، این چیز روشنه، این خیلی مفهوم روشنیه. یعنی تو اجازه نداری هیچ کس رو ببری بذاری کنار. تو اجازه نداری بگی فلانی مسلمون شیعه نیست کنار باشه، این سنیه، اون یکی بهاییه کنار باشه، اون یکی بی خداه کنار باشه، اون یکی کمونیسته کنار باشه، این یکی مسیحیه. نمیتونی این کارو بکنی. وقتی میگی همه مردم، یعنی همه مردم در پیشگاه قانون با هم برابرن. تمام مردم ایران، هر کسی که ایرانیه، هر ایرانی حق داره به یک اندازه، به یک میزان شیعه اثناعشری باشه، امام زمان قبول داشته. سوال، اکثریت مردم 98% رأی به جمهوری اسلامی دادن، این جمهوریت میشد یا نمیشد؟ قضاوت با مخاطبین بقیهش. من دارم میگم کلمه جمهوری اسلامی اصلا نمیتونه وجود خارج اصلا کاری به جمهوری اسلامی نداریم. 98% رأی دادن، جمهوریت حساب میشه یا نمیشه؟ آقا گیر کرد سکنج استدلال. جمهوریت به این میگن یا نمیگن؟ رأی 98%. گوش کن. تو میخوای، یکی میاد به تو میگه که، یکی میاد به تو میگه که ما میخوایم رأی گیری کنیم، میخوایم رأی گیری کنیم تو خانوادهتون، فکر کن همه اعضای خانوادهتون با هم هستین، میخوایم رأی گیری کنیم بریم به قاراندال. خب شماها دوستان میگن بریم بحث بعدی، این قضاوت با مخاطبین. گوش کن. میخوایم تو خانواده رأی گیری کنیم بریم قاراندال. خب بعد میگین آقا رأی بدین، آیا بریم قاراندال یا نریم قاراندال؟ خب اولین سوالی که تو میپرسی چیه به عنوان انسان عاقل؟ این من نمیدونم چه ربطی داشت. مثلا یک گروهی هستیم به ما میگن رأی بدیم بریم یا نریم. آقا تو خونه نمیدونم ازدواج کردی یا نه. قطع شد یه لحظه. قطع شد یه لحظه. میگم تو با از خانواده میشنوی، تو بله با اعضای خانواده یه جایی نشستین، تصمیم میگیرین رأی گیری کنین برین قاراندال. خب میان میشینن میگن آقا موافقی؟ میان به تو میگن، میگن موافقی رأی میدی بریم قاراندال یا نه؟ تو اولین چیزی که میپرسی چیه؟
اولین چیزی که میپرسم اگر بدونم قاراندال کجاست نمیپرسم کجا بریم، اگر بدونم نمیپرسم. ملت اولین جمهوری اسلامی ملت میدونه جمهوری اسلامی چیه، نمیدونستن. اجازه بده ملت نمیدونستن، امامیون نمیدونستن، ملت رأی دادن به نظر امام خمینی، رأی دادن. نه یک دروغ بزرگ، یک کلاشی بزرگ، یک کلاشی بسیار بزرگ، تقلب بسیار بسیار بزرگی بود که در اون زمان صورت گرفت. مردم حتی نمیدونستن کلمه چی هست. گفتی رژیم رو تشییع پیکر، گفتی 98% مخالف نظامی از این شاخه، اون موجوداتی که از این شاخه رو اون یکی شاخه میپرن موز برمیدارن، چرا کمیت شاخه ها رو میپرین؟ داریم جنبندی میکنیم بحثو. من برای جنبندی، چون دیگه فکر میکنم خیلی طولانی شد، هر کیم قرار بود هر چیزی رو بفهمه دیگه فهمیده. من یه حرفای دیگه ای دارم جسارتا. شما بحث کردید با آقای مرخشی، چون میخواستی این صحبت، من چون نمیخوام کسی فکر کنه من فرار میکنم از بحث با کسی، اما نظرت رو درباره من از اون اولی که با هم صحبت کردیم این نظر رو خواستم و هی داری فرار میکنی از روی شاخه میپری رو شاخه دیگه. نظرت رو درباره کشتار آبان 98 بگو که این بحث رو تموم کنیم. آیا من نظرم رو توی پیجم تحلیل آبان ماه الان که بر آمد مفصل دیدم، الان اتفاقی بگم نمیذاری بگم. آیا درست بود بگم؟ خیلی خوب میشه. آیا درست بود که دستور خامنه ای تعدادی تروریست استخدام شده توسط قاسم سلیمانی، قاسم کتلت، تروریست های استخدام شده با تفنگ های دوربین زن خودشون، تفنگ های دوربین دار، بیان پشت بوم ادارات پلیس، دادگاه ها، بانک ها، ادارات دولتی سنگر بگیرن، بسیجی ها دور اینا مواظب این تکتیرانداز های مزدور خارجی باشن از حشد شعبی عراق، از حزب الله لبنان، از حوتی های یمن، از فاطمیون افغان، از زینبیون پاکستان، این تروریست های بین المللی استخدام شدن، پول نفت مردم ایران رو قاسم سلیمانی بهشون میداد که بیاید جوانای ایران رو بکشید، با دستور مستقیم شخص سید علی خامنه ای کشتار صورت گرفت و هزاران جوان ایرانی، شما میگید هزاران، نه 230 نفرش رو وزیر کشور شما آقای رحمانی فضلی قبول کرد. آیا این درست بود که خامنه ای یک همچین دستور کشتاری صادر کرد و حمام خون در 134 شهر کشور راه افتاد؟ نظر آیا این درست بود؟ آیا این درست بود که گروه‌های این آره یا نه؟ این آره یا نه؟ سوالت رو قبول ندارم. سوالت کلا غلطه. مثل اینکه میگی نمیدونی قاراندال کجاست. سوالت کلا غلطه. آیا این درست بود که گروه‌های مختلف، منافقین، سعودی، اینا امریکا بیان یه عده رو تجهیز بکنن، سلاح بهشون بدن که برن تیراندازی کور به ملت بکنن و یا به ماموران بکنن که اونا هم بخوان دفاع بکنن، واکنششون بدن؟ مگه دستگیرشون نکردن؟ پس چرا رحمانی فضلی، چرا رحمانی فضلی وقتی تو مجلس رفت نمیذاره صحبت کنی؟ فقط هم اشتباه میکنی. اصلا شما مناظره کردی تا حالا؟ چرا من خیلی مناظره زیاد کردم؟ چرا وقت نباید هم دیگه بپریم دیگه؟ من نمیپرم، شما میپریه. خیلی جا ایراد بزرگی وجود داره. چرا رحمانی فضلی؟ چون چیزی که داری میگی با چیزی که وزیر کشور میگه متفاوته. آقا بعد از من میپری تو حرف من؟ آخه این ابتداییات بلد بودن بحثه. تو وقتی میخوای بحث بکنی باید یک پایه‌ای رو بذاری روی اون پایه صحبت کنی. وقتی نه، باید 3 دقیقه من صحبت کنم، 3 دقیقه شما تو وقت خود جواب منو بده، نه بپری وسط نذاری صحبت کنم. تو بزن 3 دقیقه تو بگو، بعد دیگه چیز زیادی نمونده، من بعد اینو ببندم. بگو. من دارم میگم تو آبان ماه هر کس ظلم کرده به ملت، ظلم کرده، محکوم، ما محکوم کردیم، رهبرم محکوم کرد، شهیدم حتی محسوب کردن اونایی که کشته شده بودن رو. اما اشتباه اگر از طرف مأمورین بوده محکومه، اگر از طرف یه عده‌ای بوده که لای مردم اومدن مسلح بودن دستگیرشون کردن اعتراف کردن تیراندازی کور کردن یا به ملت یا به مأمورها، اونم محکومه. اون توسط چه کسانی اونها تأمین شدن اومدن؟ مگه شبکه‌های شما نیومدن گفتن ما 2 سال برنامه ریزی کردیم؟ مگه نیومدن سازماندهی شده آتیش زدن طبق پروتکل و برنامه ریزی های آشوب عمل کردن؟ ملت بودن اونا؟ اونا اومدن کاری کردن کشته سازی بکنن، کاری کردن که حکومت واکنش نشون بده علیه اعتراض، اعتراض به انحراف بره، مطالبه گری مردم شهید بشه، ذبح بشه، نتونن برسن به نتیجه اعتراض، فضا امنیتی بشه، یه عده‌ای به ناحق این وسط شهید بشن. ما اتفاقا از شماها
که شمایی که میای ادعا میکنی من معمار تحریم هستم، معمار کشدارم هستین شما. شما معمار کشدارم هستین، میایین تامینشون میکنین، مسلحشون میکنین، میفرستید تا یه چیزی مثل بنزین پیش بیاد برید تو بین مردم آتیش بزنید فلان کنید، ملت بدبختم اعتراضاتشون به حاشیه میره، به انحراف میره، کشتن میدن. بعد شمایی که اومدی تحریم رو معماری کردی، کشدار رو معماری کردی، میای جست خونخواهی میگیری که آی شما ظلم کردید فلان کردید. آقا فریب نده ما رو، شما دم خروست زده بیرون میگی ما من معمار تحریم ها هستم، دم خروست زده بیرون که میای توی شبکه‌هاتون میگین ما اومدیم آبان ما، همین امشب دم خروست زده بیرون میگی این دفعه میدونیم جدید چیکار کنیم، چیکار می‌خوایم بکنیم جدید، یه مدل دیگه اختشاش را بندازی، فضا امنیتی بشه، ملت تو این بدبختی باقی بمونن، تحریم ها هم فشار بیاره نتونن مطالبه گری کنن، اعتراض کنن. شما اگه دلسوز ملت بودین دست از این براندازی بر می داشتین، می گفتین آقا ملت برا ما ملاکه، ما که نمیتونیم براندازی کنیم، 40 سال نتونستیم، این حکومت میاد از خودش دفاع میکنه، یه بدنه اجتماعی هم میان ازش حمایت میکنن، پس بیایم براندازی رو دست ازش برداریم بریم سراغ حل مشکلات مردم. این کارو کردین؟ اومدین بگین آقا بریم به مردم کمک کنیم، رفع مشکلات کنیم، اصلا بگذاریم چه کسی داره حکومت داری میکنه؟ نه نکردین، اومدین تحریم کردین ملت بیشتر دهنشون مسواک بشه. شما این هستید حقیقتا، بعد میاد جست دلسوزی و فلان میگیرید. من حرفم تموم شد، شما بفرمایید. اوکی خیلی گذاشتم دیگه، هر چی میخوای بگی. میگی یه عده تخلف کردن، جوانای مردمو کشتن. اصل 110 قانون اساسی رژیم ملاهای حاکم بر ایران، رژیم جمهوری اسلامی بیمعنیتون، میگه که فرماندهی کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل سپاه پاسداران، فرماندهی کل نیروهای نظامی و انتظامی، همه اینها در اختیار کیه؟ ولی فقیه سید علی خامنه‌ای. یعنی اگر در 134 شهر کشور همزمان به طرف مردم داره شلیک میشه توسط نیروهای امنیتی، فقط یک نفر میتونه دستور این آتشبار سراسری رو داده باشه توی تمام کشور که بکشید. و مخفی هم نیست برای اینکه اون فردی که این دستور رو داده، 2 روز بعد از اینکه این دستور صادر میشه، دستور کشتار سراسری صادر میشه، 2 روز بعد میاد در جمع هواداران خودش توی تلویزیون میشینه و این دستش که نه، این یکی دستش رو میاره بالا، میگه ما جنگ را بردیم، ما دشمن را عقب راندیم، آحاد ملت بدانند ما دشمن را شکست دادیم. اون آدمی که خودش دستور رو صادر کرد برای کشتار، 48 ساعت بود که داشتن جوانای مردم رو میکشتن، نشست توی تلویزیون شبکه‌های سراسری رژیم، نشست و اعلام کرد که بله من گفته بودم بکشن و ما جنگ رو بردیم. یعنی کشتن جوانهای مردم رو که توی خیابون اومده بودن، مهرداد معینفر جوان رشید کارگری که دانشگاه رفته تموم کرده، داره توی یک داروخونه کار میکنه، توی یک محل، یکی از محله های فقیر نشینه حاشیه تهران توی شهریار داره کار میکنه، خانواده‌اش توی یک اتاق کوچولو زندگی میکنن، یعنی خونه ای که اینا توش زندگی میکنن. حالا زیاد نمیخواد توضیح بدیم، میدونیم بله منظورتون متوجه، توی حرف من نپرید. بفهم اینا پدرش و مادرش و خودش و خواهرش ماریان توش زندگی میکردن، از دفتر کار من کوچیک‌تر بود و توی یک همچین جایی این بچه‌ها رو پدر و مادرشون با 1000 بدبختی و از دهن خودشون زدن به اینا دادن، سیر میکنن، بزرگشون میکنن، اینا میان. بعد این پسر یه دفعه میبینه قیمت بنزین 3 برابر شده، میاد توی خیابون میگه بابا چتونه، چقدر دارید از ما میدزدید، چقدر دارید از ما میگه، ما دیگه نداریم، دیگه نمیتونیم. و چون داره فریاد، اصلا هم که دستش نیست، مجاهد هم که نیست، مزدور جایی هم که نیست، فقط داره فریاد میزنه. تک تیراندازهای استخدام شده توسط سپاه پاسداران به دستور خامنه ای به این جوون شلیک میکنن، مثل هزاران جوون دیگه ای که تو کشور هست، و از این تعدادی که میکشن 230 نفرشون رو آقای رحمانی فضلی وزیر کشور قبول میکنه، حتی میره تو مجلس، نماینده های مجلس بهش میگن، همون آقای مطهری که رد صلاحیت شد برمیگرده میگه آقا برای چی به قلب و مغز جوونا شلیک کردین؟ آقای وزیر کشور میگه پاشونم زدیم، فقط این نبوده که به قلب و مغز زده باشیم. پس
مزدوری در کار نبوده، پس نفوذی که اسلحه داشته باشه نبوده. وزیر کشور قبول کرده که جوانها رو اینا زدن. کی دستور داده؟ شخص سید علی خامنه‌ای دستور این کشتار رو داده. آقا اصلا حکومت شما، حکومت شما ما بگیم مشروع بود، ماها حرف مفت میزدیم، زر مفت میزدیم تمام این سالا، رسیدیم به آبان 98. حکومت مشروع شما، شاه وقتی مردم اومدن تو خیابون نخواست مردم رو بکشه و گذاشت خودش از کشور رفت، ولی خامنه‌ای مردم رو کشت، دستور کشتار جوانها رو صادر کرد. 134 شهر کشور حمام خون را افتاد، مردم عزادار شدن تو تمام کشور. اگر تا آبان 98 شما بسیجی ها این حکومت رو مشروع میدونستید، از آبان 98 به این بر این حکومت رو باید حکومت یک فرد فاسد خونریز دزد آدم کشی بدونید که 200 میلیارد دلار از سرمایه های مردم ایران رو دزدیده تو حسابای بانکی خودش و فرزندان خودش ریخته. این آقای سید علی خامنه ای 200 میلیارد دلار رو توی این حساب ها ریخته و اون وقت نمیتونه ببینه آقای مهرداد معینفری که داره با ماهی 200 هزار تومن زندگی خودش و خانواده خودش رو میچرخونه، نمیتونه ببینه این جوان داره فریاد میزنه و دستور ترور و کشتن و قتل عام این جوان ها رو توسط مزدوران استخدام شده توسط سپاه پاسداران صادر میکنه که پول اون مزدورای خارجی رو کی میده؟ پول نفت مردم ایران. این همه جنایت چطوری شما هنوز میتونید به خامنه ای بگید ولی فقیه؟ چطوری بعد از آبان هنوز میتونید بگید رهبر؟ این یک آدم کش دزد جنایتکار بیشتر نیست. باشه صحبت کنم، حالا منم صحبت کنم. ببینید آقای فخرآور، ما لای منگنه گیر کردیم. از یک طرف فشار مشکلات که عامل شما و امثال شما هم هستید، از یک طرف عدم آینده ایدئال. درسته؟ شما میایید ما میگید آینده ایدئال منم، خودتون عامل مشکلات شدید، میگی آینده ایدئال دست ماه. آلترناتیوتون یا امریکا یا مثلا دستشانده های امریکا هستش، در حالی که شما گفتم دوم خروستون زده بیرون. متوجهید؟ من یه سوال ازتون دارم، مگه نمیگید شما رهبر اومده فرمان کشتار داده؟ پس چرا خود رهبر کشته شده های آبان رو سه دسته تقسیم کرد؟ گفت عده ایشون شهیدن، اون عده ای که اجازه بدید، اون عده ای که برای اعتراض اومده بودند و کشته شدند شهیدن، اون عده ای که اغتشاش کردند و به طور ناخودآگاه یعنی به طور اتفاقی کشته شدند شهید نیستن اما دیه و اینها بهشون بدید، اون عده ای که مسلح بودند تیراندازی کردن کشته شدن شهید هم نیستن، دیه هم نمیخواد، اونا در مقام دفاع کشته شدن، یعنی اومدن دفاع کردن. حالا بریم سراغ دفاع، بذاری صحبتم تموم بشه. آقای ترامپتون الان در کتاب مهمتر جزو کدومش بود؟ هر کدومشون بود شامل یکی از این حکما میشه. سه گروه بودن، رفتن به خانواده‌اش گفتن میخوایم بگیم شهید بودن یا مسلح، میخوایم شهید اعلامش کنیم. خانواده‌اش گفتن غلط کردید، ما نمیخوایم پسرمون شهید باشه. سه گروه ایشون اعلام کرد، یه عده زندگی روزمره میکردن کشته شدن شهیدن، یه عده اعتراض میکردن کشته شدن دیگه بهشون. آقا بذار صحبت کنم آقای فخرآور، تو آدم ها رو بکشی تو خیابون بعد بگی من کشتمش حالا شهیدی پولشو میدم؟ من کامل سکوت کردم. وقتی اختشاش میشه، وقتی یه عده میان، وقتی یه عده میان بزنن تیراندازی کور کنن، یه عده کشته. ازدواج کردی؟ خیر، چه ربطی داره این سوال؟ برادر خواهر داری؟ بله. اگر برادرت تو یکی از همین آقا من کشته میشد، اگر من الان کشته میشد، اگر برادرت کشته میشد بعد میومدن میگفتن بیا اینقدر پول بگیر، اون وقت میگفتی آقای رهبر دست درد نکنه برادرمو کشتی اینقدر پول دادی مرسی پول دادی؟ آقای فخرآور الان زمان بنده است، اجازه میدی؟ وقت داره تموم میشه، یک دقیقه 40 ثانیه سیو کن بریم بیا. 2500 نفر به لایو اضافه شده، سیو کن بریم بیایم. نه سیو نداری، من یه وقت دیگه، من خودمم بابا دیگه زندگی آقا یه لایو دیگه بگیریم دیگه، کلا بحث نمی کنیم، روز دیگه ای، روزهای دیگه ای، حالا لایو های دیگه میریم، ولی الان یک دقیقه 20 ثانیه بیشتر وقت نداریم. خب من خیلی حرفای ناگفتم باقی مونده، من حتما بازم بهت اومده به قول میدم یک لایو دیگه ای. ما یک ترامپ اومد آشون دفاع یه امری عقلی هستش، منتها اونایی که عامل کشته شدن میشن
هر کسی بوده محکومه به نظر ما. چند نفر یه لایف دیگه بذاریم بالا دیگه عامل کشته شدن بودن، چند نفرشون تا حالا معرفی شدن؟ شیش الان آقای ترامپ مگه نگفته آنتیفا ها تروریستن؟ اگه آنتیفا ها بیان سلاح بکشن پلیس امریکا هم شلیک نمیکنه بهشون؟ ببینم توی آمریکا وقتی یک پلیسی اومد تخلف کرد پا گذاشت روی گردن